این بمب هوشمند GBU-39 و هیچی ازش پنهون نمیمونه. میتونه به پناهگاه‌های زیرزمینی نفوذ کنه و به هدف برسه. 60 تا از اینا میتونه یه منطقه به مسافت منهتن رو پوشش بده. امروز میخواییم 10 تا از قوی ترین سلاح‌های دنیا رو بهتون نشون بدیم. اما قبلش عضو کانال ما بشین و روی زنگ بزنین. شاید یک موفقیت 10 ساله رو بیاره. این ماشینای خودران با اسلحه های کوچیک تو نابودگر سه رو یادتونه؟ وقتی به ربات یوران 9 و پدافند آلمانی کنترل از راه دور رین متال نگاه میکنین، باید بهتون بگم که اونا نابودگرن. یوران 9 یه تانک کنترل از راه دور 10 تنیه که 4 موشک ضد تانک، 8 سلاح 30 میلیمتری و 12 موشک شعله پرس کن داره. هرچند جذابیتش به اندازه رباتایی که تو فیلم‌ها می‌بینیم نیست، اما الان جوری شده که چند تا از این ربات‌ها می‌تونن از یه منطقه چند کیلومتری حفاظت کنن. به اضافه اینکه نیروی انسانی زیاد و سلاح‌های کالیبر کوچیک در برابر این زره‌ها بی‌فایده است و این نفر بر زرهی آلمانی کنترل از راه دور رین متال به سربازا کمک می‌کنه تا سلاح‌های شخصی، مهمات و بارهایی که وزنشون به 600 کیلومتر میرسه رو جابجا کنن و به جاهای صعب العبور ببرن. همینطور مسلح به مسلسل و سیستم موشک پرتاب چندگانه است. 14 تا موشک 70 میلیمتری داره. به نظر چقدر فوق‌العاده است. تنها چیزی که نداره هوشیاریه. بمب‌های خوشه‌ای وحشتناک‌ترین بمب‌های هوایی تو طول تاریخن. هر کدوم از این بمبا مهمات فرعی خیلی زیادی دارن. تو هر کدوم از این بمبای CVU-58 650 تا بمبه که اندازه یه توپ بیسباله. وقتی یه CVU-58 از هواپیما میفته پایین، تو هوا باز میشه و 650 تا بمب کوچیک میریزه رو زمین. هر کدوم از این بمبا تو شعاع 300 متریش 270 تا تیکی میشه. بمب خوشه یه CVU-89 در عرض چند ثانیه میدونهای مین رو میسازه. یه بمب 450 کیلویی 432 تا تانک و 132 تا مین‌های ضد نفربر داره که بر روی زمین می‌افتن و تا 40 روز فعالن. هیچی نمیتونه شما را از این سلاح‌ها نجات بده. بمب‌های خوشه‌ای تو 108 کشور تو کل دنیا ممنوع شده، چون اونا یکی از غیر انسانی‌ترین سلاحان. AK-630M یه توپ چرخشی اتوماتیک روسیه که ظرفیت پیدا کردن و خراب کردن هر هدفی رو تا فاصله 5 کیلومتری داره و موشک‌های ضد کشتی داره. سریع‌ترین شلیک توپ روی کره زمین با 1000 دور در دقیقه با مهمات 30x16 میلیمتری داره. ببینین این دوتا توپ لوله‌ای 6 تایی چقدر سریع مثل شعله‌افکن شلیک می‌کنن. این اسلحه کوچیک M134 پروفنس آمریکاییه. اون تنها مسلسل تو دنیاست که میتونه بدون دخالت انسان از راه دور کنترل بشه. از بین مسلسل‌ها میزان آتش سوزی اسلحه کوچیک M134 از همه بالاتره. 6000 دور در دقیقه. همچین دیوار سربی یعنی تقریباً غیر ممکنه که بشه به این اسلحه کوچیک پروفنس M134 نزدیک شد و فقط میتونه با یه ضربه مستقیم تفنگ ضد ماده یا بقیه سلاح‌های سنگین رو از بین ببره. با استیون بی سریع‌ترین سیستم موشکی ساحلیه. اون هدفو پیدا میکنه، یه موشک شلیک میکنه و در عرض کمتر از 5 دقیقه برمیگرده. این مقدار به یه باستیون بی اجازه میده یه خط ساحلی رو تا بیش از 600 کیلومتر کنترل کنه. اونا میتونن از کل 30 ساحل آمریکا رو محافظت کنن. باستیون بی به موشک کروز ضد کشتی اونیکس P-800 مسلح شده. موشک 8 متری ستونی میتونه هدف رو تا فاصله 350 کیلومتری بزنه. یه کلاهک 300 کیلویی میتونه یه کشتی بزرگ رو تیکه تیکه کنه. وقتی اونیکس P-800 با سرعت مافوق صوت 3200 کیلومتر در ساعت به هدف نزدیک میشه، هیچ جوره نمیشه ازش فرار کرد. این کار شناسایی و ردیابی پدافند هوایی رو سخت میکنه. این موشک شما رو یاد کسی نمیندازه؟ S-400 پیروزی قوی ترین سیستم موشکی ضد هوایی تو دنیاست. اون میتونه هر هدف هوایی مثل موشک‌های بالستیک و هواپیماهای رادارگریز مافوق صوت رو نابود کنه. برای مقایسه با سریع‌ترین موشک میتونه به سرعت 3 کیلومتر در ثانیه برسه. تو 4 ساعت یه دور دور زمین بزنه.
اما اگه این سرعت رو کند در نظر بگیریم، S400 میتونه به سرعت 5 کیلومتر در ثانیه برسه. فقط 2-3 ثانیه طول میکشه تا S400 هدف رو تا شعاع 600 کیلومتری رصد کنه. بعدش تا ارتفاع 100 کیلومتری موشک‌های داخلی آماده ی حمله ان. وحشتناکترین سیستم موشک‌های پرتاب چندگانه تو دنیا، TOS-1A، یه تانک با 24 موشک ترموباریک 220 میلیمتری تو 6 ثانیه میتونه 40,000 متر مربع رو به آتیش بکشه، یعنی اندازه 4 تا زمین بیسبال. موشک‌های ترموباریک مثل آئرسولی که آتیش میگیره و منفجر میشه، منطقه رو به آتیش میکشه. دمای هوا به 1000 درجه سلسیوس میرسه که میتونه باعث بشه سوخت تو تجهیزات دشمن خود به خود روشن بشه و ماشینا رو از تو نابود میکنه، حتی اگه هیچ ترکشی بهش نخورده باشه. اما حداکثر دامنه TOS-1A 6 کیلومتره. اگه دشمن دور باشه، اسمرچ 9A522 قوی ترین و طولانی ترین برد سیستم موشک‌های پرتاب چندگانه رو تو دنیا داره. اون میتونه به هدفی که 120 کیلومتر باهاش فاصله داره برخورد کنه. تو 98-522 12 تا موشک 300 میلیمتریه. اون میتونه با یه رگبار کامل تو 38 ثانیه همه جوره با آتیش بکشه. میتونه یه منطقه به اندازه 67 تا زمین بیسبال و گلوله بارون کنه. فقط به یه وسیله جنگی حمله نمیکنه، بلکه کلشون رو نابود میکنه. بعد 69A522 ها میتونن 92% منطقه‌ای به اندازه منهتن رو فقط توی 38 ثانیه پوشش بدن. سریع ترین سیستم توپخونه‌ای تو کل دنیا آرچره. فقط 23 ثانیه طول میکشه که توپ 155 میلیمتری بچرخه و اولین شلیک رو انجام بده. در 1 دقیقه و 14 ثانیه آرچر با 3 شلیک هشدار آتش میده و میره یه جای دیگه. در حالی که گلوله تو راهه تا به هدف بخوره، آرچر میتونه حرکت کنه بره جای دیگه و به یه جای دیگه حمله کنه. حمله هاش جوریه که تقریبا ردیابی غیر ممکن میشه. وقتی توپخانه اتوماتیک تو حالت آماده باشه، میتونه 8 دور در دقیقه بچرخه. ببینین همین چند تا سیستم توپخانه سریع چه کارایی میتونه بکنه. دشمن دیوونه میشه و از همون راهی که اومده بر میگرده. فکر میکنین پرواز هلندی از دوزان دریایی کارائیب بدترین چیزیه که میتونه از تو آب پیدا بشه؟ پس یه نگاه به زیر دریایی اوهایو بندازین. وحشتناکه مگه نه؟ این زیر دریایی اوهایو 13 تا موشک D5 24 متری 288 کلاهک هسته‌ای داره و هر موشک 12 تا کلاهک داره. هیچ زیر دریایی دیگه ای تو دنیا نمیتونه این همه سلاح هسته‌ای با خودش ببره. برد پرواز موشک 11300 کیلومتره. اون قدری هست که بتونه هر جایی از کره زمین رو بزنه. اون نامحسوس به ساحل نزدیک میشه و دی 5 ها رو از عمق 30 متری پرتاب میکنه. آمریکا 14 تا از اینا داره. این یعنی 336 موشک و 4032 بمب اتم. به نظرتون اگه اونا همه این موشک ها رو پرتاب کنن چی میشه؟ هیچ پدافند موشکی تو دنیا نمیتونه این همه موشک بالستیک هسته‌ای رو کنترل کنه. خیلی از موشک‌های بالستیک هسته‌ای بیشتر از یک کلاهک دارن. هر موشک میتونه 14 تا بمب هسته‌ای بزنه. وقتی موشک به یه ارتفاع 100 کیلومتری میرسه، کلاهک‌ها پخش میشن و هدفشون رو با دقت فوق‌العاده‌ای میزنن. مثلا موشک آرسی بلاوا 10 تا کلاهک هسته‌ای داره که قدرتش 10 برابر بمبای هسته‌ای که تو هیروشیما میزدن. آرسی ها از یه زیردریایی پرتاب شدن، مثل موشک‌های سگانه زیردریایی های اوهایو. حالا اینو ببینین؟ موشک بالستیک قاره پیمای 22 متری RS-24 یاردی با برد 12,000 کیلومتر. فکر میکنین این کلاهکاش بیشتره؟ نه، فقط 4 تا کلاهک داره، اما هر کدوم از اونا 3 برابر قوی تر از RC و کلاهک های سگانه است. هرچی کلاهک کوچیکتر باشه قوی تره. خب دیگه وقتشه که قوی ترین سلاح دنیا رو بشناسیم. سارمات RS-28 بزرگترین سلاح با طولانی ترین برد، موشک بالستیک قاره پیماست. ارتفاع RS-28 اندازه 10 تا ساختمون 35 متریه. وزنش 200 تنه و ارزش اندازه یه بوینگ 737. RS-28 قولاسا میتونه از فاصله 18000 کیلومتری هدفو بزنه. کافیه که از غرب به شرق اوراسیا پرواز کنه. اما RS-28 فقط قوی ترین کلاهکا رو نداره.
وزن هر کدوم از این کلاهک ها 1 تنه که با هر پرتاب بازدهیش اندازه 750 تنه. قدرتش 40 برابر بمبیه که تو هیروشیما می زدن. مهمتر از همه این که غیر قابل شناسایی ترین موشک تو دنیاست. اون تو دنیا تنها موشکیه که میتونه از قطب جنوب راه بیفته. این باعث میشه R-28 تو سیستم پدافند موشکی نامرئی بشه، چون رادار به شرق و غرب میچرخه. حالا فکرشو بکنید 10 تا یا 100 تا از این موشکای بالستیک چیکار میتونن بکنن؟ همین. تو کامنت ها برامون بنویسین که کدوم یکی از این سلاح ها شما رو بیشتر